آیا درست است که هر کس از نظر رفتاری و اخلاقی دچار مشکل است به موجودات غیر ارگانیک او مربوط کنیم و شخص را از خطای مرتکب شده تبرئه کنیم؟ پس اختیار چی می شود؟ ببینید آیا ما این کارو کردیم؟ این کارو نکردیم. کلن نیروهای کمال، نیروهای ضد کمال، منهای به سمت کمال، منهای به سمت ضد کمال، عوامل که به هر دو طرف میتونن این ماجرا رو چیکار کنن؟ بکشونن. یکی از این عوامل موجودات غیر ارگانیکه، یکی از این عوامل. خب هر کدوم از اینا رو میتونین به عنوان یه عامل، اینا این یه دونه عامل میتونیم اینجا بگیم موجودات غیر ارگانیک، ولی منها و عوامل دیگه هم چی بود؟ اینجا وجود داشت که هر کدوم هم خودشون مشاهده کردید و تا اینجا بررسی کردیم که هر کدوم هم خودشون یک چیز قدری هستن و یک وزنه‌ای واقعا هستن، مثل اون منی که تو کنترل ذهن شناختیم، منی که نمیدونم توی دشارت میشناسیم، درست شد؟ و اینها رو میبینیم که هر کدومشون یک وزنه‌ای هستن که میتونن ما رو از حرکت باز بدارن. اگر ما فقط یک مشکل داشتیم اونم موجود غیر ارگانیک بود، که خب یک کار میکردیم و دیگه نیازی به اون چنان خودشناسی نبود، ولی اگر خودشناسی میکنیم یعنی وجودمون رو داریم چیکار میکنیم؟ وجودمون رو پشت رو میکنیم. وقتی پشت رو کردیم تازه میفهمیم که چه خبره. و یکیش این ویروس غیر ارگانیکه، درسته؟ و عوامل دیگر هم ببینید داریم شناسایی میکنیم. مثلا شما در بازیابی خاطراتتون این کارو کردید یا نکردید؟ درسته، بازنگری خاطرات اومدین و این کارو کردین، نشستین بدترین خاطرات رو به یادتون آوردین. خب این دیگه ربطی به ویروس غیر ارگانیک داره؟ نه. ما یک انبار نارنجک و اینا داریم که هر آن ممکنی نارنجکش کشیده بشه و درون یه انفجاری رخ بده. حادثه‌ای که 10 سال پیش اتفاق افتاده امروز میتونه کاملا ما رو چیکار بکنه؟ افسرده بکنه، بدون اینکه امروز ما هیچ بدبیاری داشته باشیم. داریم راه میریم، یه دفعه یاد یه صحنه میفتیم مال 10 سال قبل، 15 سال قبل. عیب نداره اینجا تو این ارتباط یه چیزایی هم باز کاری هم انجام میشه. خب بنابراین در خودشناسی متوجه شدیم که آره باید بریم این بایگانی اینا رو در بیاریم بیرون و مهارش کنیم. چه ربطی به موجود غیر ارگانیک داشت؟